سال 88 نشون داد دوره تکان سیاسی میشه 8 ماه مملکت رو عقب نگه داشت. خودشون میگن قطعنامه 1921 بود، 1929 میگن بعد از این ما اولین قطعنامه تحریمی جوندار ایران. بعد از این تصویب کردیم که دیدیم ایران میشه ریخ به هم. یعنی مسببین این اتفاق تو این تحریم ها الان تاثیر داره. میگفتیم عجب تو سال 88 قشر مرفه اینا منتقد بود، باید یه کاری کنیم متوسط و متوسط به پایین هم بیاد وسط. قشر متوسط و متوسط به پایین دغدغه قشر مرفهین رو نداره، اون اصلا دغدغه اینو نداره. چرا عوارض خروج کشور رو بردی بالا؟ چون اصلا خارج نمیره. این رو باید یه بلای دیگه سرش آورد. معیشت نعل به نعل این اتفاق داره پیش میره با آدمهایی که در داخل دارن، وگرنه این نشدنیه. یکی داره گرا میده میگه اینجا رو بزن. بنابر این میشه که با برجام ما یه دستمون رو خالی کنیم، بگیم قول بهت میدیم به حضرت عباس هسته ایم نداریم و نخواهیم داشت. اینو خیالشون راحت کنیم که پول بگیریم اقتصادمون رو درست کنیم. دستمون رو خالی کردیم، پولرم نداد.